رایان سلام. سلام دوست عزیز، صدام شبیه صدام میاد؟ آره صدات میاد، من خودم رو میوت کرده بودم. بله صدات هست، ببخشید. تقصیر من بود. بگو. بله من خیلی چیزایی میخواستم بگم، اکثرش یادم رفته، اینقدر که این بحث طول کشیدیشون. برادر عزیزمون که راجع مسائل مختلفی صحبت کردن، جالب بود برای من. من اشکال نداشت که طول کشید. بله بله، راجع مسائل مختلفی صحبت کردن و خیلی چیزایی گفتن که من کاش میتونستم با خودشون صحبت کنم. مثلا همین آخریه شروع میکنه، میگه که اصول مجاهدین داره میگه، شما گوش کن آقای آرمین، میگه جدایی شریعت، جدایی دین از دولت و قوانین شریعت رو بریزیم دور. آقای دوست عزیز، گلل عزیز، آقای دانشمندی که توی واشنگتن هستی، شما خواهش میکنم برید این سخنرانی های برادر مجاهد مسعود رجوی تو یوتیوب هستش، برید نگاه کنید. تفسیر قرآن میکنه بعد از اینکه شکست خورده، شکست مفتزهانه خورده تو این جنگش و ایرانی ها رو به کشتن داده اونجا. بعد از اون میگه که راه میره، قدم میزنه، میگه که اون لحظه‌ای که بعد از شکست شما زندگی میکنه، زندگیتون ارزش نداره دیگه. اینو کی بود؟ اینو من شنیدم، خودم شنیدم، رجوی داره میگه. بعد میگه که من که یا شوهرش مسعود رجوی، آقا مسعود همون موقع دهه 60 ایشون. آره. میگه که من که میدونم که شما تو چه فکری بودید اون موقع، من که این پسر و دختر اینجا رو میشناسم، عصبانی بوده داشتی دعواشو میکرده تو سخنرانی که هزار نفر داشت گوشه، من که میدونم. اینو برای من بفرست رایان، اینو برای من بفرست الان توی همین تو یوتیوب باید داری دیگاه کنی، یه چیز عمومیه همه دیدن. بزن آقا گلن نهیده. نه آقا من قلبم داره من گلن داره میگه که جدایی دین از دولت، آزادی ادیان، اعدام نکنیم، قوانین شریعت رو دور بریزیم. آقای گلن، آقا شما که دانشمند هستی، آقا شما دیگه چرا؟ خب رایان، رایان اولا شلوغش نکن. من که خودم علیه این گروه مجاهدین خواهم. آقا اجازه بده. اینقدر اینکه شما دانشمند هستین نکن. من ببین، کسی که دانشمند بودنش توی رشته معنیش نیست که همه چی درست باشه. اشتباه منه، شما دارید درست میگی، ولی من عصبانی شدم به خاطر اینکه شما میگی ایشون تو لیست بودن. نمیگه چرا تو لیست بودن، به خاطر اینکه این فرشته های روی زمین که طرفدار مردم هستن، قوانین شریعت دور بریزیم، اعدام نکنیم، اینا آمریکایی کشته بودن. آمریکایی رو قبل از انقلاب آمریکایی کشتن، به خاطر اون رفتن تو لیست. آقای گله، اینا بلد. به خاطر اینکه آدم زیادی کشتن رفتن تو لیست، به خاطر بابا کشتن آدم ها. ما رپورت های خیلی مستقل داریم. نکن این کار رو با ما آقای گلن، این حرفا رو نزن. مردم که میفهمن الان داره گوش میکنیم اینجا. حالا خوشبختانه اینجا 50 نفر بیشتر نیستیم، به خاطر شما سکته میدی مردم این دو حرف زدن. حالا بعد میگه که سوال گوش کن آرمین جان، سوال گوش کن. میگه که این که تضاد منطقی داره. میگه شما که میگید مجاهدین محبوبیت ندارن، عربستان برای چی به یه گروهی که محبوب نیست پول میده؟ تضاد منطقی نداره که عزیز من. شما یه لحظه گوش کن، ما میگیم مجاهدین محبوبیت ندارن، ولی ما کی گفتیم مجاهدین قدرت ندارن؟ قدرت دارن. مجاهدین آدم کشن، آدم کش محبوبیت نداره ولی قدرت داره. مجاهدین نظام دارن. مجاهدین ببین، مجاهدین آدمای دوزی نیستن. مجاهدین با یه پولی که از صدام گرفتن، یکی تو نیویورک تایم یه مقاله هست، شما گفتی بله، یه مقاله هستش حد زده، عین شما که سوال کردی، ایشون سوال کرده توی نیویورک تایم که پولشون از کجا میارن، که 100,000 دلار به جولیانی پول میدن، 100,000 دلار، و به بقیه بین 15,000 تا 30,000 دلار پول دادن برای یک سخنرانی فقط. این پولا رو از کجا میاد؟ جوابش حتی که زده اینه، یکیش اینه که صدام حسین ماهی
$30 میلیون اینا رو من از روی نیویورک تایم دارم میگم در ماه برای 10 ماه به اینا پول داده و اینا از اونجایی که مثل بقیه اپوزیسیون آدمای دزدی نیستن ببخشید اینا تونستن سرمایه گذاری کنن با این پول، این پول رو تونستن حفظ کنن. اینا کجا گفته؟ نیویورک تایمز گفته. میگه که شما میتونید تو گوگل سرچ کنید که همین چیزایی که میگم فکر کنم بیاد. $30 میلیون در ماه صدام برای 10 ماه به اینا پول داده. البته میگن احتمال این که اسرائیل به اینا پول داده باشه خیلی زیاده، بده هنوز. و همین عربستان هم که میگه بله احتمالش هست، ولی شما فقط داری احتمالات بررسی میکنی، شما که چیزی نگفتید. ما هم داریم میگیم احتمال نمیدونیم، اینا پولو دارن، آره پول زیاد دارن، ولی اینا به این خاطر پول ندارن که اینا خیلی. من با اینکه به شدت علی مجاهدین خلق هستم، اگه موساد به مجاهدین خلق داره پول میده، من یعنی برای موساد میدونم منطقی خواهد بود که چرا به مجاهدین خلق پول بده. یعنی اطلاعاتی که در اومده از طرف مجاهدین خلق که موساد تونسته ازش استفاده بکنه، انقدر ارزشش برای موساد بوده که من اتفاقا برام عجیب خواهد بود اگه بیاد یه کسی بیاد نشون بده که نه اینا اصلا به اینا پول ندادن. یعنی من نمیگم کدوم وری هست دادن یا ندادن، ولی اگه سند اومد که دادن برای من میگم یعنی قابل پیش بینی بود، قابل پیش بینی بود که دادن. این خدا بیامرد که ازش مهدی موعود درست کردن، نمیگن این مرده به خاطر اینکه رجبی که نمیره، که یه رجبی یه روزی ظهور میکنه. ایشون این خدا بیامرد تا زمانی که زنده بود ماه رمضان تفسیر قرآن میذاشت میومد. آره ولی این حرفی رو قبول ندارم رایان. ببین من خودم فکر میکنم که این مجاهدین خلق اگه بیان تو قدرت اینجوری نخواهد بود که دین و دولت از هم جدا کنن. خب ولی این ولی نه ندارم. من نمیگم این کارو میگم اگه براشون بسرفی این کارو. من دارم میگم اینو قبول دارم. خب من اینو قبول دارم، اینوشو قبول دارم، ولی سند تو رو قبول ندارم. برای اینکه یعنی من حدسم اینه که اینطوری که تو حرف درسته، ولی نه بر اساس که اینا کارهای دینی میکنن. برای اینکه ممکنه یکی گروه دیگه بیاد بگه ما به طور شخصی با گروه خودمون کار دینی میکنیم، ولی اگه تو قدرت باشیم اینو تو دولت نمیاریم. یه کسی میتونه بیاد همچین ادعای بکنه. البته من ادعای اینا رو قبول نمیکنم، ولی یه همچین ادعایی هم میشه کرد. بگو راجب اید شوتشوی مغزی. ایشون گفتن که یعنی ما میتونیم بگیم همه رو شوتشوی مغزی دادن. یه نفر یک کامنتی گذاشته بود توی همین لایو، اگه من بتونم پیدا کنم، یه آقایی بود میگفتش که نقل به مظلوم میگم، حالا اگه این کامنتش پیدا بشه، میگه بله هر کسی که توی سن پایین رفته یه ایدئولوژی رو بهش آموزش دادن و اون طرفدار اون ایدئولوژی شده، میتونیم بگیم شوتشوی مغزی داده شده. آره چرا که نگیم، میتونیم بگیم دیگه. توی سن پایین یه نفر توی اسرائیل به دنیا اومده شده یه یهودی خیلی افراطی. چرا؟ به خاطر اینکه مغزش رو اینطوری تربیت کردن، اینطوری ساختن، اینطوری شستن، حالا هر طور که میخوای بگی. و اسلام و مسیحیت همش به همین صورت. یه مسئله دیگه قبل از اینکه ایشون آقای گلن البته بخواد این حرفا رو بزنن، من میخواستم راجع به این بعضی وقتایی که این کامنت هایی که میدارن من یه چیزی بگم. تو ایران ببین یه چیزی رو متوجه به نظر من نیستن، مثلا میگن که تو کامنت میذارن یا خیلی من خودم صحبت کردم، میگه آقا شما که قرآن آتش میزنی دم از محبت به انسان ها میزنی؟ در به من میگن؟ در هر کسی. اگه مثلا یه کسی من اینو خیلی شنیدم. آره. من قرآن آتش زدم، اینا میگن که من اینطوری توضیح بدم که ببین 1989 یه آقای به نام سلمان رشدی یه کتابی نوشت، ساتانیک ورسز، آیات شیطانی، یه کتابی نوشت، یه رمان نوشت، یه رمان. اینو خمینی محکوم به اعدام کرد، درسته؟ یک زمانی بود کسی از این حرفا جرأت نداشت بدنه، آدما کم بودن بیان تو میدیا اینطوری حرف بزنن، کسی جرأت نداشت. تعداد زیاد شد، وقتی تعداد کم کم زیاد شد این خطر این خفقان اسلامی کم شد.
من دارم بهش میگم، بهم میگم که آقای آرمین، من و شما که کاری به اسلام نداریم، که اسلام به ما کار داره، این دینه که به ما کار داره. یه داستان معروفی هستش، میگه که یه آقای تو کنار رودخونه بوده، دیده که یه پوست خرس اونجا تو رودخونه وسط رودخونه هستش، رفت گفت عجب پوست گرون قیمتیه، پوستین خیلی گرون قیمتیه، برم اونو ورش دارم. رفت که اونو برداره، رودخونه هم مواج بود، رفت که اونو برداره، این یکی دوستش دید داره غرق میشه، میگه آقا بیا ولش کن، پوستو داره غرق میشه. میگه من پوسته رو ول کردم، پوسته منو ول نمیکنه، خود خرس بوده بچه پوستش نبوده، خدا که میگه من ول کردم، اون منو ول نمیکنه. ما به اسلام کار نداریم که، اسلام به ما کار داره عزیز من. درست این حرف درست رایان، ولی من یه چیزی بگم، حتی اگه اسلام با ما هیچ کاری نداشت، حتی اون موقع ما آتیش زدن قرآن هیچ اشکالی نداره. آفرین. ببین الان من دارم میگم، الان دلیل بسیار بزرگی داره این آتیش زدن قرآنی که شما انجام میدین، من این کار مفیده میدونم. حالا بگه چرا؟ به خاطر همین مسئله، به خاطر اینکه در دراز مدت یک اثر مثبتی برای تعدیل خشونت اسلامی داره. یه اثر مثبت داره. یه مردم آقا ببین ایشون آتیش زدن هیچیش هم نشد، همه ببینید. شما فکر میکنید اگه این کار رو بکنید یه بلا از آسمون نازل میشه؟ نه، دیدید نشد؟ دیدید اگه این کار همه انجام بدن، اگه بتونن همه آزاد صحبت کنن، دیگه نمیتونن بگن که فلانی شما باید بکشید هر جه دیدید. یه چیز یه حرف در تایید حرف تو بزنم، یه کار دیگه هم که میکنه حساسیت زداییه، درست گفتم؟ برای اینکه ببین ما دیدیم که شما فرض کنیم برای اون موقعی که توی بلژیک بود فکر کنم، درست؟ آره بلژیک بود. یه نفر کارتون محمد رو کشید که دیدین چقدر تو تمام دنیا مسلمان ها اومدن سفارت و اینا رو خیلی از مسلمان ها اومدن سفارت آتیش زدن، کلا خیلی خرد خر شد، درسته؟ ولی بعدش یه کاری کردن که یه روز تو سوال شد که شد روز جهانی کشیدن محمد و هر سال اون روز همه میان محمد میکشن که ریسک رو بین هم پخش بکنن و حساسیت زدایی بکنن. ولی الان اگه نگاه بکنین، کشیدن محمد اونقدر واکنش جهانی که قبلا بین مسلمان ها داشت دیگه نداشت، دیگه نداره. یعنی این ما براش مثال و آمار داریم که یه همچین فعالیت های اتفاقا نتیجه مثبت برای حساسیت زدایی داره. یکی این، یکی من ولی یه چیزی که بگم، من تصمیم گرفتم که قرآن دیگه آتیش نزنم، رو قرآن توف بکنین، پارش کنین، آتیش نزنین، برای اینکه من میترسم که باعث این بشه یکی از خونش آتیش بگیره، یه همچه اتفاق بیافته. خب یعنی از لحاظ امنیتی من دیگه از این به بعد تبلیغ میکنم برای حساسیت زدایی، قرآن رو بردارین، روش توف بکنین، پاره بکنین، مچلش کنین، یه کاری همچی کاری باش بکنین. آتیش زدن، تبلیغ آتیش زدن به نظر من خطرناکه، برای اینکه اگه سی سال پیش این کار میکردید محکوم به اعدام میشدید. الان تعداد زیاد شده این کار میکنن، دیدن نه فایده نداره. که این آقای مهمون عزیز هموطنمون که گفتش که پیروان دین میتونن اظهار نظر کنن و ما که نیستیم، ما ایتیست هستیم، ما چرا اظهار نظری بکنیم؟ نه عزیز من، همه حق اظهار نظر دارن راجع به هر چیزی، راجع به مسائل سیاسی شما میتونید اظهار نظر کنید، حتی راجع به خیلی مسائل دیگه حق اظهار نظر داری. اگه شما یه کفشی پوشیدی میتونی اظهار نظر کنی راجع به کفش، و کفاش حق نداره بیاد بگه آقا مگه شما کفاشی؟ شما میگی نه من کفاش نیستم، ولی کفشم راحت نیست. میتونید اظهار نظر کنید راجع به کفش. شما میدونید مارتین لوتر، من آدم معتقد به دینی نیستم، میتونم بگم شاید اگه تعاریف رو داشته باشم من ایتیست هستم، ولی مارتین لوتر گفتش که همه میتونن انجیل رو تفسیر کنن، کتاب مقدس تفسیر قبل از مارتین لوتر فقط مختص به پاپ بود و مارتین لوتر اومد گفتش که نه، فرقش همین بود، پروتستان ها گفتن که هر مؤمنی میتونه تفسیر کنه. حالا بفهمه یه چیز بگم، مارتین لوتر ما ازش تعریف نمیخوایم بکنیم، چون مارتین لوتر از خود کاتولیکا شدیدتر بدتر بود. نه میخوام بگم که فکرشو دارم میگم، این فکرش در
اون زمان فکر انقلابی بود که باعث شد که انگلستان و آلمان به قدرتی برسن که امروز هستن، باعث شد که اینا از اسپانیا قدرتمندتر بشن. این خیلی تاثیر داشته مارتین لوتر اونجا. درسته، ولی به طور غیر مستقیم. خب ببینید، مارتین لوتر تبلیغی که میکرد این که برگردین به خود انجیل و انجیل رو به طور مستقیم بخونیم و رعایت بکنیم به جای اینکه بریم به سراغ کشیشا و اینا. خب این به عبارت دیگه مارتین لوتر وهابیای مسیحیت بود. خب و این باعث این چیز تبلیغ خوبی نبود. بخاطر انجیل کتاب خیلی خشن و خیلی ضد انسانی هست و مارتین لوتر خودش به شدت ضد یهودیا بود، ضد زن بود. مارتین لوتر خودش کسی بود که وقتی که نتیجه کارش این شد که مردمی که بهشون ظلم شده بیان قیام بکنن و مارتین لوتر خودش گفتش که شاهان باید بیان، این کسایی که قیامت میکنن باید بیان دست و پارشون کنن. خب مارتین لوتر نتیجه کار خودش رو که دید خیلی متنفر بود از این که مردم از این نتیجه خوشش نمیومد. یعنی مردم وقتی اومدن قیام کردن، مارتین لوتر گفتش که به شاهان گفتش که به اینا رحم نکنید. خب مارتین لوتر گفتش من اگه میگم همه حق دارن به انجیل دسترسی داشته باشن و همه تو چشم مسیحی کیان، برای اون دنیا هست، تو این دنیا شاه سر جای خودشه، مردم مزرعه دارن باید سر جای خودش باشه، اگه بخواد بیاد اضافی حرف بزنه باید تو سرش سر. مارتین لوتر حرفش این بود. خب گفت من میگم تو چشم مسیح شما همه یکی هستین، شما بی خود کردین میان قیام میکنین تو این دنیا. خب ولی پس مارتین لوتر اگه باعث شد مردم قیام بکنن، به طور غیر مستقیمی باعث شد که این فرهنگ قیام تو اروپا زیاد بشه و بعداً برسه مثلا به جاهایی که به نتایجش یعنی مسئولیت پذیر یعنی به مسئولیت گرفتن کسانی که تو قدرت بودن شد، به رنسانس و به عصر روشننگری و روشنفکری، روشننگری فرجه به فارسیش میشه، به انلایتمنت و اینا رسید. ولی هدف مارتین لوتر این نبود. تبلیغی هم که داشت میکرد تبلیغ به یک مسیحیت خیلی شدیدی بود. خیلی ها فکر میکنن مسیحیت به خاطر مارتین لوتر خیلی ملایم و اینا شد، اصلا اینطوری نیست. ما شما برید نگاه کنید همه جادوگر سوزی هایی که تو تاریخ اتفاق افتاد چقدرش به خاطر همین پروتستان ها بود. یعنی جرم جنایی، یعنی پروتستان دینی نبود که از کاتولیکی ملایم تر و آروم تر شد. این که دنیای جادوگران مال زمان قرون وسطایی که کاتولیک بودن بوده. آره نه، ولی خب قرون وسطای کاتولیک هم که تموم شد دیگه، تو آمریکا اصلا معروف ترینش همون زمان تو شهر سالم توی آمریکا بود که پروتستان ها بیشتر از هر کسی داشتن اون موقع تو عصر مدرن اونا داشتن جادوگر سوزی میکردن. خب تو زمان نیوتن خب بله. خب یک پس اینو میگم، پروتستان هم جادوگر سوزی خودشون به شدت زیاد اینا دارن. رعایت چیزی هم کردن البته، درست میفهمید. آره چیزی رو که من میگم اینه که دنیای مسیحیت به خاطر این آروم نشد که یک مسیحیت دیگه اومد. دنیای مسیحیت برای این آروم تر شد، به خاطر این آروم تر شد که با مسیحیت جنگ با مسیحیت به وجود اومد. خب یعنی عقاید عصر روشننگری که مسیحیت رو اصلا باش اومد رقابت کرد، چلنجش کرد، اون یعنی نوع جدید مسیحیت نبود که مسیحیت مثلا خیلی برای همین میگن اسلام هم آره بگو موافقم همین. این مارتین لوتر نبودش که ما دنیای امروزمون رو داریم از قبلش، بلکه آدمای مثل اسپینوزا بودن، دکارت بوده، اینا که اومده اینا گفتن که آقا حقیقتی در این دین نیست و انسان تو این دنیا تنهاست و حقیقتی نیست، ما عقلمون رو باید به کار بندازیم و یه سیستم حکومتی راه بندازیم و بدونیم که چطوری باید جامعه رو به پیش ببریم. راجع به همین مسئله معلوم بگم که این عصر روشن فکری در مورد سلمان رشدی من گفتم. من اون زمان یه دانشجو بودم و زمانی که این فتوا داده شد و گفتن که یه بحثی بود که سروش کرد اون زمان. اون زمان سروش زیاد نمیتونه صحبت کنه، زمانی بود که دیگه یه مقدار کنار رفته بود، چون میگفتش که دنیای غرب نمیفهمه، اصلا نمیتونه درک کنه که چطوری ایشون یک کتاب نوشته، شما چطوری میخوای اعدامش کنی به خاطر کتاب رمان. میدونه چرا نمیتونه؟ به خاطر اینکه این سوال پیش میاد، انسان بالاتر یا اندیشه؟ این سواله، انسان یا اندیشه؟
کدومش بالاتره، کدومش برتره؟ آیا انسان برتره یا اندیشه برتره؟ این حرف کلام خود سروشه و میگفتش که در چه لحاظ برتر؟ الان عرض میکنم. میگه که اندیشه انسان بالاتره به خاطر اینکه شما نمیتونید که برتره، به خاطر اینکه شما نمیتونید به خاطر یک اندیشه اسلام رو بکشید، انسان رو به خاطر اندیشه انسان رو نمیتونید بکشید. ارزش انسان بالاتره، ولی در دنیای اسلام ارزش اندیشه بالاتر از ارزش انسانه. به خاطر همین مسلمون بیشتر ارزش داره تا اسلام در دنیای غرب، اما در دنیای اسلام، اسلام ارزشش بیشتر از مسلمونه. یا هر خب رایانجه بذار من یه جور دیگه بگم، خب یه جور دیگه بگم، اصلا به نظر من اندیشه به خودی خودش اصلا ارزش نداره. ارزش اندیشه فقط بر اساس تاثیر مثبتش رو زندگی انسانه. یعنی حتی هر ارزشی هم که اندیشه داره به خاطر ارزشی که ما برای انسان قائل میشیمه که اندیشه ارزش داره. اصلا یعنی ما اگه کسی اومد گفتش که همه باید فدای این اندیشه بشین، بدون که اینجا کار اشتباهه، بلکه اون اندیشه باید کاری کنه که انسان بتونه بهتر زندگی کنه و متعالی بشه. انسان اصله. ملاک ارزش برای ما فقط کم کردن زجر و بیشتر کردن خوشحالی و آرامش و امنیت برای انسانه. یعنی اندیشه، هر اندیشه ای که خلاف این باشه به ضرره، و هر اندیشه ای که بر اساس این باشه برای انسان، البته انسان و هر موجود دیگه ای که بتونه زجر بکشه و خوش و قابلیت احساس خوشحالی داشته باشه، فقط هم انسان نه. من خیلی ممنونم آقای آرمین، من میدونم شاید اگه کسی دیگه هستش که میخواد صحبت کنه نمیخوام، و ممنونم، ببخشید نه 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 رایل، من از صحبت کردم تو خیلی لذت میبرم، ممنونم که اومدی. مرسی. ممنون، فعلا خواهش می‌کنم.